در این حمله آنها 7 کیلومتر دورتر در جاده اصلی و سوی شهر جلال آباد از مرکز شهر کابل فاصله داشتند. شلیک ساعت 8 صبح وقت محل آغاز گردید و الا 1.5 ساعت ادامه یافت. پلیس در حال مبارزه با شورشیان در مسیر این جاده در حال اجرای مأموریتشان بالا و پایین می رفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می خواند ادعای مسئولیت این حمله را از سوی طالبان نمود. یک شاهد عینی تایید کرده است که افراد مسلح به این بس که در حال عبور از جاده به سمت پایین بود حمله ور شده اند. همی جمعی عملی وزارت دفاع تیر می شد سری از امیا طالبا بود یا مخالفین بود سرش فایر کرد چند نفر زخمی شد. کدام گزارش فوری در مورد تلفات داده نشد، در حالی که جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان خبر از زخمی شدن 4 تن در این بس داده است. زمان نیروهای امنیتی متوجه میشند اینا مسلح با سلاح کلاشینکوف هم بودن، فایر بالای نیروهای امنیتی شروع میکنند. از اثر مقاومت نیروهای امنیتی یک نفر شده داخل یک موتر 303 انفجار داد و شخص دومی از این مجال بره انتحار هم برش داده نشد. یک مقام رسمی محلی میگوید امروز 4 مرد مسلح من جمله حداقل یک بمبگذار انتحاری با حمله به یک مرکز استخدام اردو در ولایت شمالی کندوز باعث کشته شدن 5 تن از اعضای نیروهای امنیتی افغان گردیدند. اعضای قوای امنیتی افغانستان هین عمله در ولایت شمالی کندوز جراحت برداشتند که به شفاخانه نزدیک مربوط قوای ایساف انتقال داده شدند. حداقل 5 سرباز و پلیس افغانستان در حمله امروز یکشنبه جان خود را از دست دادند. گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که هین حمله به مرکز استخدام اردو تبادله فایرها صورت گرفت. ناتو بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که در جنوب افغانستان نیز یک تن از اعضای ناتو در یک حمله بمبگذاری کشته شده است. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.